بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض شد که برخی از آداب دعا نمودن این که انسان دستش را به سمت آسمان دراز کند، این که انسان بعد از آنی که دعا کرد در غیر نماز دستش را بر سر و صورت و سینه خود بکشد. رحمت خدا بر این دست ها نازل شده و این دست ها مورد عنایت و لطف خداوند متعال هست. خداوند متعال از فضل و کرم و عنایت خود چیزی به این دست های سائل عنایت فرموده، لذا مستحب هست که انسان به این کیفیت بعد از دعا نمودن دست ها را بر صورت و سر و سینه خود بکشد. یکی دیگر از مستحبات دعا نمودن این که انسان حسن ظن داشته باشد، امیدش به خداوند متعال باشد که خداوند اجابت می نماید دعای او را، یعنی نظرش این باشد الان که من دعا کردم از خداوند متعال خواستم، الان هست که خداوند متعال حاجت مرا روا بدارد، استجابت کند آنچه نیاز نمودم، آنچه از خداوند متعال مسئلت نمودم خداوند متعال به من عنایت خواهند کرد. به این کیفیت انسان حسن ظن داشته باشد، امیدش به خدا باشد، یعنی من اگر دعا کردم بدونم الان خدا بخواهد به من میدهد و الان هم به من میدهد، به این کیفیت دعا کند. حسن ظن یعنی این انسان نظرش باشه الان که از خداوند متعال فرزند خواستم خدا الان به من عنایت میفرماید، اسبابش رو فراهم میکند، از خداوند متعال خانه خواستم مسئلت نمودم به من عنایت میفرماید، حج خانه خدا، زیارت آقا ابی عبدالله علیه السلام، تمام این مسائل و نیازهایی که انسان درگاه خداوند متعال مسئلت مینماید اگر بخواهد بداند که الان خدا میدهد، با این کیفیت دعا کند که الان که دعا کردم خداوند متعال سریعا اجابت مینماید. روایات در این زمینه فراوان هست. روایتی از آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند: قال اذا دعوت فاقبل بقلبك وظن حاجتك بالباب. اگر دعا کردی با دل دعا کن، از ته دل دعا کن و ظنت و گمانت بر این باشد که الان حاجتت نزدیک است که اجابت بشود. و تمثیل می نماید، حضرت تشبیه نماید که الان حاجت و مسئلت تو درب خانه‌ات رسیده، نزد تو آمده، اجابت فرمود خداوند متعال این حاجت و مسئلت تو را. یک، از ته دل دعا کنم، با اخلاص دعا کنم، چیزی در دل من نباشد، از خداوند متعال بخواهم، خداوند متعال هم ظن و گمان من این باشد که الان اجابت می نماید، الان حاجت مرا می دهد. روایتی دیگر از آقا امام صادق علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله، قال الله عز و جل: من سألني وهو يعلم أني أضر وأنفع استجبت له. اگر کسی از من بخواهد حاجتی را و می داند که من ضرر رسان هستم، من نفع رسانم، یعنی اگر بخواهم به او ندهم، اگر بخواهم به او می دهم، به این کیفیت، و بداند خداوند متعال قادر هست بر انجام و امتثال و جامعه عمل بپوشاند نسبت به این خواسته و مسئلت بنده، بداند که خدا الان بهش حاجتش را میدهد. استجبت له، اجابت می نمایم حاجت او را. انسان بداند خداوند متعال قادر است، اگر بخواهد به من بدهد، اگر نخواهد نمیدهد. با این کیفیت از خداوند متعال بخواهد، استجبت له، من اجابت می نمایم حاجت او را. روایتی دیگر در این زمینه از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه.
در حالتی خداوند متعال را دعوت کنید، دعا کنید، مسئلت بنمایید، در حالتی که بدانید، یقین داشته باشید که خداوند متعال حاجت شما را میدهد، قادر بر آن هست، الان میدهد، سریعا میدهد. و انتم موقنون بالاجابه، خداوند متعال زود اجابت مینماید، حاجت مرا میدهد. قال و اوحى الله الى موسى ما دعوتنی و رجوتنی فانی سامعه لك. پیغمبر اکرم فرمودن که خداوند متعال به موسی کلیم الله، موسی که از انبیای اولوالعزم بود، موسی که با خداوند متعال بسیار انس داشت، خداوند فرمودن موسی ما دعوتنی و رجوتنی، هیچ مرتبه ای نشد که تو مرا دعوت کردی، دعا کردی و از من خواهش تمنا کردی برای حاجتی، فانی سامعه لک، من تو این حاجت تو رو شنیدم و بسیار سریع است که حاجت تو را برآورده بنمایم. یکی دیگر از مستحبات و آدابی که انسان عمل بکند و خوب است، شایسته است این گونه عمل بکند و خداوند متعال در بنده خود دوست دارد این گونه بنده را ببیند، این که انسان مستحب است وقتی دعایی می نماید عجله نکند در دعا کردن، یعنی لقلقه لسان فقط نباشد، فقط انسان دعا کند سریعا و عجله بنماید، بلکه با تأنی، صبر، با حوصله از خداوند متعال خواسته ای داشته باشد. مثالش رو میزنم، شما اگر نامه ای میخواد به یک رئیس مثلا ارگانی، یک وزارتخانه ای، یک بزرگی بنویسید، آیا با عجله این نامه رو مینویسید یا دقت میکنید چه کلماتی استفاده کنید، خوشخط باشد، خانا باشد، تمام آنچه میخواهید در این نامه و این پیکی که دارید می نویسید به اون کیفیتی که انسانی که مطالعه کند میگه این عجله ای ننوشته، بلکه با تأنی، با صبر، دقیقا می داند که چه می خواهد، با صبر و حوصله و تأنی نوشته، لذا مورد احترام اون خواننده این نامه خواهد بود، میگه چقدر زیبا نوشته. اگر انسان از خداوند متعال، خالق این جهان، قادر متعال، کسی که تمام این جهان را خلق کرده، کسی که تمام دست نیازشان به سمت خداوند متعال بلند است و دراز، اگر انسان از این خدا بخواهد حاجتی را، خوب است، شایسته است که با عجله نخواهد، بلکه با صبر، با حوصله دعا نماید خداوند متعال رو. روایت از آقا امام صادق علیه السلام هست، یقول ان الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب صاح فاذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابه. اگر میخوای دعا کنی، خداوند متعال این دعا را اجابت مینماید که انسان با حالت توجه به درگاه خداوند متعال بیاید، قلبش متوجه خداوند متعال باشد و یقین داشته باشد که اگر به این کیفیت دعا کرد، خداوند متعال اجابت می نماید. روایات در این زمینه باز عرض کردیم فراوان هست. یکی دیگر از آداب و مستحبات دعا نمودن، انسان وقتی که دعا می نماید اصرار کند، در روایات هست الحاح کند، یا در برخی از دعاها هست که الحاح الملحین، انسان اصراری که اصرار کننده ها در دعا نمودن دارند به این کیفیت، یه خواسته ای که داشته باشد در به خانه طرف رو میکنه، از بس میره و میاد برای اینکه این خواسته رو جامعه عمل بپوشاند. دیدید برخی از مردم اگر یک نهادی، ارگانی، جایی کاری داشته باشند، آنقدر رفت آمد میکنند، آنقدر رفت آمد میکنند تا اون حاجت خودشون، اون کار خودشون رو بندازند. اگر کسی دعایی، مسئلتی از جانب خداوند متعال دارد، الحاح کند، اصرار زیادی کند. خداوند متعال دوست دارد بنده را در این کیفیت ببیند که الحاح کند، نه اینکه خداوند متعال نخواهد از اول حاجتش را به درد نمیدهد، نه، دوست دارد بنده حالت تضرع، چون اصرار نمودن زیادی به این کیفیت که انسان خودش را داره کوچک میکنه. آقا انقدر خودم من دارم کوچیک میکنم، یه بار اومدم، دو بار اومدم، ده بار دارم
خانه شما میام برای اینکه حاجت منو برآورده کنید. این نشان از اون کوچکی خوده، نشان از اون حالت تذلل و حالت تخشعی دارد که من در به درگاه شما دارم. در درگاه خداوند متعال انسان خدا دوست دارد از اون حالت اصرار رو ببیند. روایت از ولید ابن عقبه حجری یا حجری هست، قال سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام یقول والله لا يلح عبد مؤمن على الله في حاجتي الا قضاها له. خدا قسم میخورد امام باقر علیه السلام هیچ بنده ای نیست که اصرار بنماید حاجتش را از خداوند متعال بخواهد مگر آنی که خداوند حاجت او را روا بدارد و اجابت نماید. روایتی دیگر، ان الله عز وجل کره الحاح الناس بعضهم على بعض في المساله واحب ذلك لنفسه. ان الله عز وجل يحب ان يسال ويطلب ما عنده. خداوند متعال دوست ندارد مردم بین خودشون به همدیگه اصرار کنن. یه بار گفتی انجام نداد، ولش کن. یه بار خواستی حاجتت رو روانه کرد، ولش کن، دیگه اصرار نکن. اما نسبت به خودش دوست دارد خداوند متعال که بنده را در حالت اصرار ببیند و همیشه از خداوند متعال بخواهد. یحب ان یسأل و یطلب ما عنده. دوست دارد که خداوند متعال از آن چیزی که در خزائن الهی است انسان از آن دعا کند، از آن بخواهد، خداوند متعال از آن به او بدهد. چرا؟ چون خداوند متعال اذیت نمی شود از حالت اصرار. مردم اگر کسی از دیگری خواهشی داشته باشد اصرار کند، موجبات اذیت او می شود. اما نسبت به خداوند متعال این اذیت و کدورت احوال برای خدا حاصل نمی شود. لذا دوست دارد که خداوند متعال در بنده ببیند که اصرار بنماید در خواسته و دعایش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.